پنجم شهریور ماه 1395 خورشیدی و 26 اوت 2016 میلادی. صفحه آخر امشب اختصاص دارد به قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 و اوضاع امروز مشابه در زندان ها. پرده آخرم در آخر برنامه. فایل صوتی آیت الله منتظری در جلسه با اعضای هیئت مرگ در سال 67 که اخیراً منتشر شده و یه مقدارم درباره‌اش در رسانه‌ها صحبت شده، مهمترین سند تاریخی است از داخل حکومت تا این لحظه درباره قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67. تقریباً همه اون چیزی رو که تو این فایل صوتی میشنویم قبلاً در کتاب خاطرات آیت الله منتظری خونده بودیم، ولی ببینید وقتی صدای صحبت یا ضبط جلسه ای باشه، صدای ایشون و اعضای هیئت مرگ تو همون جلسه جای هیچ شک و شبهه ای نمیذاره برای هیچ محکمه و دادگاهی. 19 مرداد ماه، همین چند روز پیش، وبسایت آیت الله منتظری فایل صوتی 40 دقیقه ای ایشون منتشر کرد که ضبط شده جلسه ایست با حضور اعضای هیئت اصلی مرگ در زندان ها در تابستان 67. 20 مرداد، یعنی فردای انتشار این فایل صوتی، از اداره اطلاعات قم و دادگاه ویژه روحانیت با آقای احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری تماس میگیرن و با تهدید به ایشون میگن باید این فایل صوتی رو فوراً از روی سایت حذف کنی. خب فایل صوتی از روی سایت برداشته میشه، اما تو همون چند ساعت از طریق اینترنت و شبکه اجتماعی هزاران بار، نمیدونم شاید میلیون ها بار تکثیر میشه. این حساسیت مردم به ویژه جوونا رو نشون میده، به اون جنایت کم نظیر در تاریخ ایران. میگم به ویژه جوونا، برای اینکه بیشتر جوونا هستن که با اینترنت سر و کار دارن. بلافاصله ما دیدیم که فوران زد فایل صوتی آیت الله منتظری در شبکه اجتماعی. کیا تکثیرش کردن همین جوونا؟ بذارین اول بریم سراغ این فایل صوتی که عرض کردم ضبط شده جلسه ایست که آیت الله منتظری داشت با اعضای اصلی هیئت منصوب آیت الله خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. تاریخ اون جلسه است 24 مرداد 67، یعنی وسط اعدامو. میدونید که بسیاری از اعدام شده ها حکم زندان داشتن، عده‌ایشون حتی چند ماه و چند هفته مونده بود که دوره زندانشون تموم بشه و آزاد بشن. بسیاریشون بچهای زیر 18 ساله بودن. اعضای اصلی هیئت مرگ مخاطب آیت الله منتظری هم تو اون جلسه که فایل صوتیش منتشر شده اینها بودن: حسین علی نیری منصوب آیت الله خمینی به عنوان حاکم شرع، رئیس هیئت مرگ در سال 67، امروز معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات. مرتضی اشراقی دادستان انقلاب اسلامی تهران در سال 67، امروز نامعلوم. مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرگ در سال 67، امروز وزیر دادگستری دولت حسن روحانی. ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران در سال 67، امروز عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، متولی آستان قدس رضوی. این 4 نفر آیت الله منتظری تو همون جلسه که داشتن جنایتکار خطاب میکنه. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. یه نفر دیگه هم بود، آیت الله موسوی اردبیلی. درباره موسوی اردبیلی که از سال 60 تا 68 رئیس دیوان عالی کشور بود، بالاترین مقام قضایی کشور، و امروز از مراجع اصلاح طلب جمهوری اسلامی است، آیت الله منتظری میگه بدبختی ما اینه که یه همچین آدمی در رأس این قوه قضایی است. بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأسش
شخص قرار گرفته که خودش با اجرا مخالفه، اون وقت میاد تو نماز جمعه اونجا شعار میده، و وقتی هم میخواد از امام سوال بکنه به جای این که برن پیش امام بگن آقا به این وضعت مصلحت نیست ضرر داره، میشه اعلام آیا حالا استفادم آیا حالا تو مثلا فرض استانه اعلام کنیم یا تو شهرستان اعلام کنیم؟ این سوال از امام میکنیم. این هم بدبختی ماست که در دستگاه دادن ما در رأسش هم که شخص خراب گرفته. حالا ریا و ترس هر دو در خوشبینانه ترین حالت اگر دلیلش بوده، نتیجهش این جنایت تاریخی است. اون نماز جمعه که آیت الله منتظری دربارش میگه چند روز قبل از این جلسه 24 مرداد 67 که نوار صوتیشو داریم اتفاق افتاد که موسوی اردبیلی به عنوان بالاترین مقام قضایی وقت خطیب اون نماز جمعه بود و سخنرانی کرد. گفت قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است، از جمله حرفایی که زد که چرا اینها رو محاکمه میکنید؟ اینها که محاکمه ندارن، یعنی همینا که زندانن، حکمشون معلوم، موضوعش معلوم و جزایش هم معلوم است. قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمیشن و یه دستشون زندانی میشن. اینا صحبتایی است که همین جناب اردبیلی عرض کردم. بدبختی اینه که اینا مراجع اصلاح طلبی هستن امروز. در اون نماز جمعه گفت اون نکته ای که آیت الله منتظری اشاره کردن در سخنی که شنیدید درباره سوال موسوی اردبیلی از خمینی که تو تهران بکشیم یا تو شهرستان، نامه ای است که احمد خمینی می نویسه به پدرش از قول موسوی اردبیلی که میگه سه بار تلفن زده و سوال کرده، سه تا سوال کرده از طریق تلفن، که یکی از سوالا همینه که آیت الله منتظری اشاره میکنه. این سوال دقیقاً اینه: آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ که زیر این نامه خمینی نوشته در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است فلان. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است. آیت الله منتظری میگوید قتل عام زندانیا در سال 67 از 3-4 سال قبلش در بیت آیت الله خمینی روش صحبت شده بود. یعنی عملیات فروغ جاویدان مجاهدین که بعد از سرکشیدن جام زهر پذیرش آتش پس جنگ با عراق انجام شد و وانمود شد که اون عملیات دلیل قتل عام زندانیا در سال 67 بود، از طرف رژیم وانمود شد، بی پایه است، مهمله، فقط یک بهانه بوده. این آقای پور محمدی درست سارم مسئول تو اطلاعاته، اما قبل این که مسئول اطلاعاتش آخونده، جنبه آخوندیش بر اطلاعاتیش میرسه. به نظر من این یه چیزیست که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد، و شخص احمد آقا سواب خمینی هم از 3-4 سال قبل این که مجاهد از روزوم خونشو، از مدرد خونشو، از اعلامی خونش همه باید اعلام شد. اینا یه همچی فکری میکردن و حالا فرصت رو مختنم شمردن در این جریان که منافقین میدن به ما حمله کردن این رو جای انداختن پیش امام. حالا هر جور بالاخره چه جور به امام گفتن چه جور جای انداختن بالاخره این رو کشفماس کردن و از امام نوشته گرفتن دادن دست افراد و دیگه حالا این به کجا منتهی میشه، در آینده چی میشه؟ نسل کشی تابستان 67 اینطوری شروع میشه که آیت الله خمینی با یه نامه چند سطری همه دستگاه قضایی و به جای هر دادگاهی حکم صادر میکنه، حکم دست جمعی با یه نامه چند سطری. این با هیچ قانون دادرسی و قضایی خوانایی نداره، حتی در خود جمهوری اسلامی و حتی همون موقع اوائل انقلاب. دادگاه قضایی کشمر که ما دیشوار بود چندین سال شخص آقای نگیری، این قاضی، اون قاضی، تو این شخص، اون شخص، یکی محکوم کرده به 5 سال، یکی محکوم کرده به 6 سال، یکی محکوم کرده به 10 سال، یکی محکوم کرده به 15 سال. خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه گیرم اعدام کنیم، این معنیش نیست یعنی ما همون بردیم، همه یه دستگاه ما قضایی ما غلط بود، این معنیش این نیست. خودمون میخوام حساب بکنیم.
یه نکته مهمی که در صحبت های آیت الله منتظری است، هشدار ایشون به مقامات حکومتی که با این کشتار دارین بذر کینه میکارین. وقتی یکی رو میکشین، یک خاندان رو با خودتون دشمن میکنین. طبیعی است که هرچه بیشتر بکشه جمهوری اسلامی یا بیشتر اسیر کنه جمهوری اسلامی، به لشکر کینه علیه خودش اضافه میکنه. شما جواب خانواده چی باید بگید؟ یه همه گفتیم جمهوری اسلامی و یه همه گفتیم شاه و رضا خان اعدام کرد. چقدر بود شاه اعدام کرد؟ بیا اعدام های خودمون رو با اعدام ها اون رو حساب بکن. و نوشتم برای رفع مسئولیت شرعی از کل به عرض میرسانم. سه روز قبل قاضی شرعی یکی از استانهای کشور که مرد مورد اعتمادی میباشد، حالا باید میگم که با ناراحتی از نحوه اجرا فرمان اخیر حضرتانی به قوم آمده بود و می گفت مسئول اطلاعات یا داستان، من یادم نبود کدوم ها رو بود، تردید از من است. از یکی از زندانیان برای تشخیص این به سر موضع اصلی ها نپرسید تو حاضر سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت آره. پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آره. پرسید حاضری برای جنگ با عراق به جبهه بروی؟ گفت آره. پرسید حاضری روی یمین بروی؟ گفت نگر همه مردم حاضرن روی یمین بروند. وانگهی از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار رو. گفت پس معلوم میشه تو هنوز سر موضعی و با اون معامله سر موضع انجام رو و اعلام شد. این قاضی شهر میگفت من هست اصرار کردم پس ملاک اتفاق آرا باشد نه اکثریت، پذیرفته نکنم و نقش اساسی را همه را مسئول اطلاعات دارم. دو نکته اینجا هست از شمار نکات دیگه، دو نکته مهمتری. یکی اینکه معلوم می شود که از همون دهه 60 دستگاه قضایی تابع بازجو و نماینده وزارت اطلاعاته، چیزی که الان هم هست و معروف است که قاضی صلواتی و مقیسه و امثالهم فقط تابلوهای منفوری هستند بین مردم. حکم رو وزارت اطلاعات صادر میکنه و اطلاعات سپاه. نماینده وزارت اطلاعات توی هیئت مرگ مصطفی پور محمدی بود که الان وزیر دادگستری است. دولت اعتدال و امید. یه نکته دیگه، نکته دوم این صحبتی که شنیدین، حد جنایتی که واقعا باور نکردنیه. اصلا حکم خمینی و این حرفا یه طرف، چقدر آدم باید سنگدل و جانی باشه که کسی که میگه مصاحبه میکنم توبه کردم همین الان منو بفرستین جبهه براتون بجنگم، به این بهونه که نمیخوای بری روی مین میبرنش بالای دار. تازه این تو شرایطی است که شکنجه در وحشیانه ترین نوعش رایجه در زندان ها. اینا اغلب سر موضع شدنشون واسه این برخورد تند امثال لاجوردی و افراد اینا بوده. یعنی یه بچه امدادی اطلاعات کنده از درش این شده برخورد تند اینا سر موضع کرده. من هم بودم سر موضع می شدم وقتی می دم اینجور به من کنم گردن لاجوردی خود بشه که حالا هر هم اشت تابنی تو بودن جمهوری اسلامی شد که کسان که در عبد کشف کردن اونا شریک خونه یه بسی جم این چیشو اینا هستن اینا تندردی های اونها اینا رو سر موضع قرار داد. بذاریم باز از میزان جنایت یکی دو نمونه دیگه از آیت الله منتظری بشنویم، مخصوصا کسایی به این نکات توجه کنن که بارها این خاطره ها رو از دیگران شنیدن، از زندانیان سیاسی جان به در برده شنیدن، گفتن شایع از حرفای ضد انقلاب و از این حرفا. بشنویم. اینا از تو اسیت نومه مثلا نوشته که من رو به عنوان سر موضع چند در شده من دیگه سر موضع مثلا سر موضع نبودم در جمهوری اسلام منتقل بودم چطور اینها و حالا من مثلا فرض بگیر خب اشتباهش رو کردم خانواده‌ام توصیه میکنم که شما به انقلاب به امام اینا وفادار باشید چطور اینها و مثلا تو اسیت نومه بود که اینجا این بود برای من نفت گفت یک کسی برای زندان بود و خواهرش مثلا میگفتن که توی در هم گفتا خواهرش هم متهم رفتن خواهرش رو آوردن خودش رو اعلام کردن خواهرش دور بود اصلا آورده پیش گفتن اینا خب من خب نسبت اینا علاقه دارم بیرم خواهر گفتن خب خواهر کنده داری کنده داری خب من گفتم خواهرش کن برادر اعدام کنده این که یک دختر که خب اینا اعدام کنده این شما دوما من کنده به اینا جواب کنده چی میدی؟ فرمای ولی به آقا گفتیم آقای احمدی آقای احمدی شما اینو اعدام بچه های زیر 17-18 سال از جزئیات جنایاتی است که دهه 60 انجام شد. این آقای احمدی رو که آقای منتظری اشاره می‌کنند که از قضات شهرستان بوده،
آیت الله منتظری میفرسته پیش آقای خمینی تا همین نمونه ها رو بهش بگه. محمد علی انصاری نمیذاره. محمد علی انصاری کیه؟ الان رئیس مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی است، از روحانیون اصلاح طلب عضو مجمع روحانیون مبارز، به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت امام خمینی هر سال با بیت امام و سید حسن خمینی بزرگداشت خمینی رو برگزار میکنه. زمانی که خمینی زنده بود ایشون عضو دفترش بود، از نزدیکان سید احمد خمینی و شخص خمینی. امروز عکسش هم دیدین دیگه، بیشتر بدون لباس در مجامع حاضر میشه. حالا اینو داشته باشین، صحبت آیت الله منتظری رو بشنوید. هم آقای ولی بی آقا گفتیم آقای احمدی، آقای احمدی شما این رو لگم درست دارم بخواهد گفتم همین رو خدمت امام بیمین کاغذ نشون دادم که احمد آقا از رئیس که تیره اونجا از واسه آزی نوشته تا احمد آقا این شما برو اونجا اگر بید گفتن که مثلا پیش امام چیده رو بگونم چون امام مدرسا که من گفتم بس امام رایی که من تجربه کردم رفته اونجا الان که اینجا ما این تلفن زدم گفتم احمد آقا بعد این بابا چون این قاضیه ما ازش احضار کرد دو زندو معطل اعضاس براخره چون امام احضار کرده ما از چه از مخاطب احترام امام گفتیم بیاد به امام دایی نداشت بعد انصاری گفتیم نه باشه کار احمد آقا نیست من دست نستم یه رو به هست بیاد ما افرید کرد رفته اونه انصاری بهش گفته بار ما هیچی نیشه حرف بزن حق نداره بار ما حرف بزن همین آقای محمد علی انصار فقط دست امام میگوشه بعد میاد مطالب دینداری بنویس اصل احمد آقا میاد به احمد آقا من بودی سر دست امام بودید آمد بعدم از احمد آقا معتب شد زنگ بدنا به خونه را دوشم گفته بود که من میام بعد گفته معتب کن که احمد آقا میاد من چیزی رو نشوندم به احمد آقا. موافق یا مخالف آیت الله منتظری، هر که هست نمیتونه صداقت در این سخنان رو و در واکنش به اون کشتار عجیب غریب تاریخی رو، واقعا اون لکه ننگ تاریخی رو کتمان بکنه، انکار بکنه. آیت الله منتظری پرهیزی نداره که بگه که آیت الله خمینی رو تاریخ با عنوان یک چهره خونریز و صفاک یاد خواهد کرد. ده دفعه داره به حمله آقا بکنم والله من بیش از شدرم برای امام بشده من خواهد 50 سال یه برای آقا خمینی خضاوت نکنم بگم آقا خمینی یه چهره خونریز صفاک قطافی بود. یه نکته اینجاست، ببینید همون اندازه که الان می‌بینیم آدمایی مثل سید حسن خمینی سعی می‌کنن مستقیم از قتل عام زندانیا دفاع نکنن، از بس اون جنایت بزرگ و غیر قابل دفاعه و عقلای حکم قوم فکر فرداشون رو می‌کنن دیگه. شاید میان چیکار می‌کنن؟ میان از همه جنایت‌های خمینی و همه تصمیمات الهی امام خمینی به قول خودشون به طور کلی دفاع میکنن که این جنایت هم در بر بگیره در ذهن مستقیم نگن. این صحبتیه که حسن خمینی بارها کرده. این اواخر هم درباره این فایل صوتی هم همینو گفت. کسانی که نمیتونن دروغ میگن درباره آیت الله امام خمینی نسبت بهش بغض دارن. یه چیز کلی بی معنی فلان، ولی بازم بگه که من دفاع کردم از همه جنایتش. امروز اینجوریه. اون موقع هم هیئت مرگ و خصوصا حسین علی نیری تو همون جلسه 24 مرداد 67 آیت الله منتظری سعی میکنن آقای منتظری رو فریب بدن. هی موضوع رو میپیچونن، بهش دروغ میگن. گفتم از بس این جنایت بزرگ و غیر قابل دفاع در همون موقع حتی رخدادش، حکمای اعدام باید 3 تا امضا میداشت از اعضای هیئت مرگ. نیریم که ما خیلی دقیق دنبال کردیم، تک تک زندانیا رو باهاشون صحبت کردیم، وقت گذاشتیم، بعضی وقتا 4 جلسه باهاشون صحبت کردیم. حالا بوده چه چلو کردی از اینو داریم که 3 امضاییه، یعنی 100% اون اونها باش منتظر، فقط به این لحاظ که یا تنها پسر خانه بوده و یا برادر یا خواهرش اعدام شده و یا از اونهایی بوده که 16 سالش بوده آمده زندان و تو حالا زندان بوده تو زندان پخته شده. اینا رو ما با خدا شاهد که احتیاط کردیم و الان همه برداشت توی پکت جداگانه در فقه ما میدونی که در فقه ما مرتب زن گوشت اعلام نیم در مورد دخترها باز خدا شاهده که تا اونجا که میتونستیم چونه بدن این برداشت شاهده که من که اعظام قدیری واقعا و اعظام خیلی قدیم من قدیری که فقط دختران میرسیم دیگه اصلا داغون شده بودم، یعنی به التماس افتادیم که این دو خط بنویسه و ما بگیم به برگرد زندان. نه اینا چیز نمیشه، نه خیلی ما هیچ چیز نمیشه. ما به عنوان یه مهاجم سوال میکنیم، سوال مختلف میکنیم و در مقام ما به اینم اکتفا میکنیم که اگر این فقط مینوشت، فقط به این مقدار ما اکتفا میکنیم که اگر مینوشت که چون سازمان مهاره مناطقین با این نظام داره مبارزه میکنیم
و این جانب اگر چه اعتقاد به این نظام ندارم، اینم بهش میتونیم بنویسه، و این جانب اگر چه اعتقاد به این نظام ندارم ولی چون اعتقاد به مبارزه با نظام هم ندارم لذا اعلام که از سازمان جدا شدم، این را ما کنار میذاشتیم. این حتی به اینم اعتقاد داریم. ببینید، زندانی که تونستن جان به در ببرن از کشتار 67 و با هیئت مرگ روبرو شدن، موقع همشون میگن که مطلقاً این حرفای نیری دروغه. کدوم جلسه؟ چونه زدن با زندانی و اینا؟ هر لیستی رو، هر فهرست نام زندانیان و اعدام شدگان سال 67 های شما نگاه کنین، پر اسم و فامیل خواهر برادراست، بچه های زیر 18 ساله. من فقط یکی دو تا رو اشاره وار میخونم: رحیم ابراهیمی، حسن ابراهیمی، خالد ابراهیمی، نجیب ابراهیمی، مال یه خانواده، رؤوف احمدی، شرف احمدی، جمیل احمدی، صمد اسلامی، مرتضی اسلامی، و تو همین لیستی که دارین میبینین پر اسم دختران مجاهد هست که هواداران مجاهدین که اعدام شدن، و پر اسامیه که سنایی که دارن یا اینکه محصل دبیرستانن یا سن نوشته شده از زیر 15 سال، زیر 16 سال، سن 14 سال. باری تو همون جلسه با آقای منتظری اعضای هیئت مرگ میگن راه این است که ماه محرم الحرام نکشیم و راهش اینه که همه رو همین الان بکشیم، دیگه روزی 300 تا 400 تا نریم، همه رو بزنیم بره. این حرفایی که میشنم این حرفای وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید است. و الان بشنوید. رو بودیم این حکم که پشتم سفستم نظرم خراب بشه، زیاده روی و تندروی و بی‌حساب کتاب نشه و هر کسی الان از تعداد زیاد خب باز بعدا چی شدم از اون ما خیلی زیاد حالا این همه که صلاح میدونی را بود تموم شده محرم امام حسین یاره به احترام امام حسین نست. من چند پیش با آقایون عرض کردم که ما رفتم همچی بود که دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم. من بهشون خواهش کردم که هرچی دارید نا آقا این فایل رو بگوشید که شما الان گفتم همین ما آره ما ادعای سازمان نمی‌خوایم که مشهد ما به احترام محرم هیچ وقت اجازه نمی‌دادن زمان ایام محرم چه کار بود این اختلاف عرف چیزی بوده اونجا. بعد خودم شدیدم تو رو اصرارم بود که اگر میشه تموم بشه که ما دیگه نکشونیم. آقا این گفتن ما میترسیم که دوباره تو بخوان ادامهش بدن، فاصله زمانی طولانی میشه، عجله میکنیم چند شب هرچی هست دیگه مثلا تموم بشه. آقای منتظری میگه همین الان بس کنین، الان دو روز محرم شروع شده، میگن حالا یه 200 تایی مونده بذارین در جا بکشین. حدی داره واقعا جنایت؟ راجع به ماه محرم اگر اجازه بدیم راجع به شما یه تعدادی رو از اتاقاش آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا الان پوست دیبای انفرادی هستن، اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینا باز مسائل ایجاد میکنیم. اگر اجازه میکنم نه ما هیچ اجازه من خودت 200 نفر هستم ما هیچ اون که اینا رو مطبعه یکیش هم مخارب نه من بوده یکیش هم مخارب اینا رو رسیدیم یعنی رسیدیم یه بار من اجازه به من اگه اجازه نیست خود رو بیدیم چون اینو فردا کنم من نظر خودم رو به شما بیدیم. همونقدر فلاحیان اصولگرا امروز از قتل عام دهه 60 دفاع میکنه که پور محمدی اعتدالگرا که حسن و علی خمینی اصلاح طلب دفاع میکنن، خود کسایی که در جنایت دست داشتن که نمیان با مردم حرف بزنن بعد از 30 سال، 28 سال، یه چند تاشون آمدن با دکتر مهدی خزعلی صحبت کردن. اون چیزی که من میخواستم از داخل زندان بگم خاطراتی است که رئیس وقت زندان، مسئول فرهنگی و عناصر فرهنگی که کار فرهنگی رو اینها میکردن در داخل زندان، اینها تکان دهنده است. اینا اون موقع بر من نگفتن. بعد از 88 که بالاخره من هم رفتم زندان اومدم، اینها اومدن بدنم و این حرف ها زدن. این حرف ها همه خاطرات رئیس زندان و مسئولین فرهنگی بعد از سال 88. جالبه یکی از این مسئولین فرهنگی از سال 75 من با او آشنا هستم، ولی خاطراتش رو شاید سال 89 و 90 برای من تعریف کرده. یعنی حتی این 15 سال هم که با من آشنا بود صداش در نیومد، من نمیدونستم که این اصلا اوین بوده
اونجا فعالیت فرهنگی میکرده، ولی به برکت سال 88 و زندان رفتن ما خیلی ها، میگم کسی که معاون وزیر اطلاعات بوده، کسی که به هر حال الان وزیر میاد میشینه، درد دلهایی میکنه که تکان دهنده است. این خاطرات که چند نمونهش از دکتر خزعلی میشنویم واقعا مشتی است، نمونه خروار. یعنی فقط واسه اینه که فضای کشتارگاه اوین و گوهردشت در تابستان 67 را از دید خود جنایتکاران نگاه کنیم. یه نکته مهم دیگه هم داره این خاطرات. تا حالا هر چی خوندیم و شنیدیم از زندانیان سیاسی بود، از جان به در بردگان، از اون قتل عام، این بار نقل صحبت کسایی است که در صف جنایتکارا بودن یا مستقیم در اون جنایت دست داشتن. ببینید، یکی از خاطرات تکان‌دهنده‌ای که دارد در واقع سید روحانی است که الان محاصر سپید دارد و اون موقع آقای مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین بود. ایشون روزی اومد در دفتر من، وقتی خاطراتش رو تعریف کرد گفتم خب تو چطور تحمل میکنی؟ بگو ما همینطوری حرف نزده تهدیدمون میکنن، اگر حرف بزنیم نمیدونی چه بلایی سرمون میآورن. به هر حال خاطراتی که گفت عجیب بود و تکان دهنده. گفت یک روز تو دفتر نشسته بودم، عزیزی از طلبه ها و دوستان اومد که اونجا مشغول بود، گفت تو نشستی اینجا اینا دارن جنایت میکنن، چرا نمیری سر بزنیم؟ گفتم به من ربطی نداره، دست اطلاعات ربطی هم به زندان نداره، کار خودشو دارم میکنن. از او اصرار که نبرو ببین لااقل، ببین دارن چه میکنن. امام گفتن اونهایی که سر موضع هستن، ولی برو ببین اینها دارن خشکتر رو با هم می‌سوزونن. و حالا تکنیک های اعدام، میگه من به اصرار این رفیق پشدم حرکت کردم، اومدم برای من تعریف میکرد، گفت درست پایین در بند 29 که تو رفتی ازش تو. گفتم خب، گفت یه در دیگه است مثل همون در آهنی. گفتم بله دیدم. گفت من اومدم اونجا محکم زدم به در که در رو باز کنید. اون دریچه وسط در رو باز کردن، گفتن کی هستی؟ گفتم من رئیس زندانم. آخر با تحکم و اصرار در رو باز کردم، من رفتم داخل. یه فضایی بود حدود متراژ 20 الی 30 متر ترسیم کرد، اتاق کار من نشون داد، گفت یکم از اینجا بزرگتر. گفت من نگاه کردم دو تا اتاقم در باز میشد توی این فضای 20 متری، دور تا دور نشسته بودن زندانیایی که آورده بودن، نشسته بودن وصیت‌نامه می‌نوشتن و توی این دو تا اتاق مثل قصابی دو تا میله وسط نصب کرده بودن، دونه دونه اینا می‌رفتن تو اتاق وامیستادن رو چهارپایه، تنامدار می‌انداختن، آویزون می‌شدن کنار هم. میگه اون موقع که من وارد شدم مثلا تو اتاق اولی که تو دیدم بود 7-8 تا آویزون بودن و بقیه تو نوبت که وصیت‌نامه رو بنویسن برن توی روی چهارپایه و آویزون بشن. اینطوری دار بوده. یکی از تکنیک‌ها، سوال تکنیک دیگه هست تو خاطرات بعدی حرف می‌کنم. میگه وارد که شدم یه دختر خانومی چادرم سرش بود از همین چادرهای زندان، گفت حاج آقای مرتضوی من که با اینا نیستم، من توابم. شروع کرد اعلام براءت کردن از مجاهدین خلق. خب قرار بود که فقط سر موضع باشن، من گفتم بشین همینجا وضعیت ببینید. الان میام با عجله اومدم از این در بیرون، در بالایی و طبقه دوم بند 29 اتاق مدیریت، یه میز بزرگ کنفرانس بود، آقای نیری، آقای پور محمدی و آقای رئیسی نشسته بودن روی میز، انباشتی از پرونده ها بود، تونتون امضا میکردن و اینو میبردن از توی سلول یا از توی بندر میابردن و راهی همین کشتارگاه میشد. میگفت من اومدم گفتم چه کارش ما داریم میکنیم؟ همین الان رفتم پایین، دختر خانومی میگم با این نیستم و اعلام براءت داره میکنه ولی دارن اعدامش میکنن. آقای پور محمدی با آقای اکبریان که اون از طلبه های مدرسه حقانی بود و از معاونان وزارت اطلاعات، میدونن اونایی که میشناسن میدونن بالاخره شاگرد آقای ما بودن همه اینها، با آقای اکبریان گفت آقای اکبریان برو پایین ببینید سید راست میگه نه. آقای اکبریان همراه من اومد تا پایین، رفتیم تو همون اتاق، دختر سر جاش نشسته بود داشت وصیت نامه مینوشت. گفتم بگو. دخترم بگو. خوشحال گفت جلاد آقای خمینی هر کار میخوام بکنی شما جلادی. شروع کرد به ناسزا گفتن که شما جلاد هستید و ما آماده برای اعدام. هیچی من شرمنده شدم، دیدم نه اینکه
تواب نیست که هیچی، تازه به ما هم میگه جلاد و سرم داخل پایین و آقای اکبریان گفت دیدی آقا، دیدی همه اینا سر موزم تموم شد. برگشتم تو اتاقم دیگه هم دخالت نکردم، گذشت این اعدام ها تمام شد و رفت. چند ماه بعد در اتاقم نشسته بودم، یک عسکری بود، عسکر بازجویی بود، خیلی خشن و تند، و اونجا داشتن همه دور هم میگفتند و میخندن. اون عسکر آقا چیزی رو تعریف کرد که همه خندیدن، اما تعریفش برای شما واقعا تکان دهنده است. این آقا ترک زبان است. من از همه برادران ترک زبان عذرخواهی میکنم، اما نقل ماجرا از زبان یک جنایتکار و یک بازجوست عذر میخواهم اگر اصحای عدوی برادران ترک ما میشود. اون در اومد گفتش که این ترک خر نفهمید، رفت و برگشت، ما اون دختر آویزون کردیم و دختر دیگری سر جای اون نشاندیم. حرفای نیری رو در حضور آیت الله منتظری یادتونه دیگه، همین چند دقیقه پیش پخش کردیم که میگفت هیئت مرگ با دقت و رؤوفت با زندانیا برخورد میکنه، خداش هم شاهد میگرفت. حکایت تکان دهنده دیگه مال آقای امیر رسولی است که از پرسنل فرهنگی زندانه. این آقا پیش من مدتی کار کرده، دانشجوی دانشگاه امام صادقه و خب نسبت های دیگه هم داره، حالا اونا رو نکن. این آقا میگفتش که ما یک نفری نفوذی فرستاده بودیم بین همین بند، بین مجاهدین خلق، که هم ببینه کی سر موزه است و همین که به عنوان نفوذی رو اینها کار کنه. این آدم نفوذی از قضا از دوستان آشنایان آقای حسین الله کرم هستش. میگه یک روزی که داشتم میومدم همین اعدام ها انجام میشد، دیدم این نفوذی ما، عامل ما، تو صفحه وصیت‌نامه است و کیسه لباسش دستشه. گفت امیر به دادم برس، هر چی میگم من با خودتونم، من نفوذیم قبول نمیکنم و دارم میرم منو آویزونم کنن. این جواب اونهایی است که با آقای منتظری میگم ما خیلی دقیق بررسی کردیم، بابا این نفوذی خودتونه، فرستادینش توی این جمع، دارن آویزونش میکنن. میگه سری زنگ زدم به حاج محسنی که بعضی ها بهش میگن حاج محسن، بزرگتر همین فرهنگی های اوینه در اون زمان و خیلی موجود خشن است. من خب اینو دیدم یک بارم خود ایشون در همین مقابل مؤسسه حیان من رو به شدت تهدید کرد که هر کسی دوستان ما رو اذیت کنه با مشت فکشو میاریم پایین، مشتش هم نشون داد. و من اون موقع گفتم که من که زبان تهدید نمی فهمم، در دفاع از آقای بهمن دوری بود که بهمن دوری همکار فرهنگی قطعهای زنجیری با سعید امامی است که اینها خط رو می دادن که کدوم یکی از نویسندگان بالاخره مرتدند و محضور الدم و اونها حکمشو میگرفتند و از خجالت نویسندگان در میمدند. در مقابله با بهمن دوری و همسال هم حاج محسن جلوی همین جوابت بنده رو تهدید کرد که با مشت فکشو پایین میاریم. از این مصاحبه اخیرم که الان شما دارین ضبط میکنی احتمالا فک ما رو پایین میارن. به هر حال میگه زنگ زن با حاج محسن که چه نشستی، امیر این نفوذی ما رو دارن اعدام میکنن، خودتو برسون. خب اون موقع موبایل که نبود، ایشون بیسیم بودن، با بیسیم و اینها بیسیم زده بود و با عجله میگفت سوار ماشینی که داشت، پیکانی که داشت، آژیر کشون وارد اوین میشه حاج محسن، یعنی با آژیر روشن میاد تو اوین چون داره میره وصیت نامه تو همین فضا بعدم آویزون میشه دیگه. میگه وقتی که حاج محسن رسید، تعبیر یا رسولینه، میگه مثل فیلمای وستر این آدم بالای چهارپایه بود، تناب گردنش بود، آماده انداختن که حاج محسن اسلحه کشید روی اون مأموری که میخواست چهارپایه بزنه. گفت بزنی میزنم، که بعد تنابو در آوردن، این آقا را آوردن پایین و همین آقای رسولی میگفت هر جا برای مدیر کلی هر چی از این آقا دعوت میکنیم بیا، میگه من دیگه به شماها کاری ندارم، یک بار با شما همکاری کردم تمام دار تا گردنم رسید. رفته دیگه داره کار زندگی آرام و شغل آرام و آزادی میکنه، میگه من اصلا نزدیک دولت نمیام،
دیگه آبدارچی دولت هم نمیخوام باشم، یک بار باشم باهم تا پای دار رفتم. این یکی از خاطرات. همین آقای امیر رسولی تعریفی که میکرد عجیب بود، میگفت چند سقیل‌هایی درست کرده بودن، 9 تا یک میله دراز داشت، 9 تا حلقه بهش آویزون، یعنی در سقیل که میاد پایین 9 نفر رو بهش میبستن میکشید بالا، یعنی به جای سقوط هم کششی بود و کششی میدونید چون مهره گردنی نمیشکنه اون بالا جون میکنه، در واقع اون کسی که میخواهد اعدام کنه قربانی جون میکنه و از موقع هم نمیده باز رو برمیده پایین. میگه اینها دست و پا میزدن اون بالا تا جون بدن و این خاطره اونقدر در من تأثیر بد گذاشته که وقتی که بچم میامد خونه تسبیح رو اینطوری تکون میداد، من اون خاطره جرثقیل‌های 9 نفره‌ای که اعدام میکردن اینقدر در ذهنم تکان دهنده بود، داد میدادن، فریاد دادن، تسبیح رو پرت میکردن که این حرکت پاندولی تسبیح رو نبیدن، تسبیح رو وقتی تکون میداد من حالت روانی به هم دست میداد و تسبیح رو پرت میکردن، داد میدن و تکونش ندادن. چند هزار نفر اعدام شدن، بچه های 14-15 ساله تا نمیدونم، هیچ کس نمیدونه غیر از پور محمدی، نیری، اشراقی، رئیسی، اعضای 3 نفره هیئت های مرگ تو شهرستانه. کی دستور داد؟ خمینی. کی اجرا کرد، مدیریت کرد؟ احمد خمینی، موسوی اردبیلی، لاجوردی و اطرافیاشون. آیا از این آدمایی که اطلاع دارن از جزئیات کشتار میشود فهمید آمار اعدام شده ها رو؟ دیگه کوچکترین خواست مردمه که بدونن چند تا از جووناشون، از بچه هاشون تو اون 2 ماه قتل عام شدن. این گروهی که به روایتی قریب 4000 نفر، به روایت معاونت وزارت اطلاعات و شخصیت ارشد اونجا که میگوین نه تا 20000 نفر در تهران و استان‌ها اعدام شده، نه اون آماری که مثلا آقای منتظری رسیده آمار اوین است، قصه بالاتر از این حرف هست. و یکی از مسائل مهمی که ما از آقایون میخوام، اصلا فرض کنید حکم حاکم شرع از تو درست است و محاکمه شده است و دیوان رفته است و همه اینها، خب آمار بدهید شما که پس قانونی عمل کردید، بگید این تعداد رو ما قانونی کشتی میدم سنگ قبرشون، قبراشون کجاست، خانواده ها چرا جنازه ها رو ندیدن، خیلی از این قصه ها داریم. اما مهمتر از همه نحوه این رسیدگی که من می‌بینم در این فایل صوتی اصرار دارن که ما خیلی دقت می‌کنیم، خیلی مراقبیم این مسائل. مثلا اون دو تا برادری که قرار بود شنبه آزاد شوند، در ملاقات قبل گفتن که ان شاءالله شنبه فلان تاریخ بیاین و اینها رو ببرید آزادن، و بعد دو تا کیسه و وصیت نامه تحویل والدین دادن. از اینها زیاد داریم. یا اینکه اگر بگه مجاهدین خلق که این سر موزه، نمیگه منافقین، رضا این پسر موزه است. اگر بگه نه منافقن اینها، من اعلام براءت میکنم، خب حاضری به جبهه؟ اگه نره باز همون سر موزه است. بگه میرم جبهه، حاضری بری رو میدون مین؟ خب طرف میگه آقا میخوان ما رو از شر من خلاصن، ضمناً میدون مینشون رو خونسا کنن، به جای چهارپا میخوان ما رو بفرستن. اگه بگه نه باز اعدام. خب خیلی ها احساسشون این بود که میخواهند اینا رو بفرستن رو میدون مین، اونطوری کشته بشن، میگفتن بذار همینجا بکشن هم دیگه نبرن و اذیت میکنن. و بعد حالا اگه بگه بله من حاضرم جبهه برم، حاضرم روی میدون مین برم، خب تست بعدی چیه؟ حاضری این هم سلولی رو بکشی؟ یا اون دختری که بهش حکم کردم برادرت رو اعدام کن و اون کارو کرد و دیوانه شد و هنوز دیوانه است، یعنی این اتفاقات رو چیکار کنیم؟ که حالا این همسلولی رو اگر کسی دو برادر هستن، برادر طباق برادر دیگر رو بکشه، از اینا رو خواستم. و این اتفاقات هی سنگینتر و سنگینتر میشه. این تست، این که میگن یک خط کافی بود در این صحبت ها، نخیر، در عمل اون چیزهایی که هم افراد درون زندان برای ما تعریف کردن این گونه است. من معتقدم که این حرف ها باید زده بشه را اسم برست. عذرم میخوام از برادرانی که برای من قصه هایی تعریف کردن، اگر اسمی از معاون وزیر یا وزیر فعلی نمیارم
برای این است که اونها لطمه نخورن فعلا، وگرنه ایشون اگه پست نداشتن، چون پست رو سریع میگیرن ازشون، پست نداشتن اونها رو هم میگفتن، ولی باید همه اینها بیاین هم بگوین. کسانی که میدانن دیدن تکلیف دارن، هر کسی به اندازه اونقدر که میداند تکلیف دارد، بایستی روشنگری کنند، اطلاع رسانی کنند. اگر میخواهیم در آینده خود ما قربانی این قدرها نباشیم، اونهایی که در حصر آقای منتظری سکوت کردند امروز در حصرند، اونهایی که دستور امضا کردند که عکس‌های آقای منتظری رو پایین بکشید امروز در حصرند. بنابراین ما تکرار نکنیم این کار رو، وگرنه فردا همین جرثقیل‌های 9 نفره رو برای ما علم خواهند کرد، همین چوبه دار رو برای ما علم خواهند کرد. امروز اگر فریاد کردیم این قطع‌های زنجیره‌ای که آقای خاتمی ایستاد، البته تا آخر نایستاد، تا همون قطع که ایستاد قطع‌های زنجیره‌ای متوقف شد، قطع دگراندیش‌ها متوقف شد. امروز اگر جدی بایستیم همه مسئولین موظفند اعلام موضع کنند، و اگر خوب بایستیم اعدام‌ها متوقف می‌شود. بدانید ماجرای اعدام‌های 67 هنوز ادامه دارد. با تشکر از دکتر مهدی خزعلی، امیدواریم که فک هیچ کس که از آزادی دفاع میکنه و پرده ها رو کنار میزنه برای روشن کردن ذهن مردم پایین نیاد و همیشه سربلند باشه. باری آنچه که آقای خزعلی در آخرین جمله فرمودن، یعنی بدانید که کشتارهای سال 67 هم امروز ادامه داره، نمونش اعدام دست جمعی 25 نفر در زندان دست کم، 25 نفر دست جمعی یک شب در زندان رجای شهر کرج. یکی از اون اعدامی‌ها شهرام احمدی بود که یک هفته قبل از اعدام تونسته بود از داخل سلول از طریق اسکایپ با همکارام در صدای آمریکا صحبت کنه. امید داشت، هنوز امید داشت پرونده‌اش تجدید نظر بشه. گفته بود اگر اتفاقی افتاد، اون موقع میگه اگه اتفاقی افتاد، یعنی اگه اعدامم کردن، اگه اتفاقی افتاد این ویدیو رو منتشر کنین تا همه بدونن که ما بیگناه بودیم. سلام عرض میکنم، من شهرام احمدی هستم، متولد سال 1366، در خانواده مذهبی به دنیا اومدم و دغدغه‌های مذهبی داشتم و یک اهل شهر سنندج هستم و کرد هستم. در سال 1388 دقیقاً تاریخ 6 اردیبهشت 1388 قبل از سفر آقای خامنه‌ای به سنندج دستگیر شدم و مدت 33 ماه در سلول‌های انفرادی بودم در زندان اطلاعات سنندج و اطلاعات زنجان. وقتی که آقای خامنه‌ای به سنندج اومدن، یه فتوایی دادن که کسانی که بر علیه وحدت شیعه و سنی اقداماتی میکنن، مثلا باهاشون برخورد کنین با شدیدترین برخورد. اما ما که قبل از این جزوه هایی و شبنامه هایی پخش کرده بودیم در رابطه با اینکه یک سری از آخوندهای اهل تشیع به مقدسات اهل سنت توهین میکنن به و مورد تمسخر قرارشون میدن، بعد من رو دستگیر کردن تقریبا چند روز قبل از سفر آقای خامنه‌ای به سنندج. خلاصه حدود 33 ماه در سلول بودیم. بعد از 6 ماه برادرم رو هم دستگیر کردن و بعد از 33 ماه از زندان زنجان، اطلاعات زنجان، منو انتقال دادن به اطلاعات اوین و یک مدت هم اونجا بودیم، بعد انتقال دادن به زندان رجای شهر. خلاصه بعد از 40 چند ماه ما رو دادگاهی کردن در یک دادگاه 5 دقیقه‌ای و بدون اینکه اجازه بدن از خودمون دفاع کنیم یا اینکه وکیلمون ازمون دفاع کنه. اکثرا وکلا تسخیری بودن. در تاریخ 7 دی ماه 1391 برادرم رو اعدام کردن که وقت دستگیری زیر 18 سال بود و خودم هم خیلی ناعادلانه دادگاهی کردن، نه اجازه دادن دفاع بکنم
نه وکیل درست حسابی بگیریم یا اینکه وکیل دفاع بکنه. خلاصه در هر صورت خواسته ما این بود که یک دادگاهی عادلانه بشیم، حالا طبق حتی طبق موازین و مثلا قوانین خودشون، اما این خواسته رو اصلا به اصطلاح به حرفمون گوش ندادن. و بعد از اینکه در مهر ماه 1391 من دادگاهی شدم، در اردیبهشت ماه 1392 حکم اعدام رو مصادر کردن و به وکیل ابلاغ کردن، تا به اصطلاح به خودم اصلا ابلاغ نکردن، به وکیل گفته بودن وکیل کافیه. بعد از این مدت شهرام جان به چه جرمی حکم اعدام شما به اتهام محاربه و براندازی حکومت به اصطلاح جمهوری ایران، اتهاممون دقیقاً محاربه بود، یعنی جنگ با خدا و رسول، در حالی که ما هیچ جنگی با خدا و رسول نداشتیم و نخواهیم داشت. به اصطلاح بعد از تقریباً اینکه پرونده به دیوان عالی با اعتراض وکیل به دیوان عالی فرستاده شد، دیوان عالی نقض گرفت از این پرونده، به خاطر اینکه محاربه طبق قانون خودشون، محارب کسیه که اسلحه دست بگیره، و در حالی که من حتی یک چاقوی میوه خوری هم ازم نگرفتن یا دست نگرفتم یا هیچ اقدامی نکردم، یک کسی رو نکشتم، اسلحه نداشتم، اما متاسفانه این حکم رو دادن. بعد از این که دیوان حکم رو نقض گرفت، دوباره به همون شعبه ارجاع داده شد، یعنی شعبه 28 قاضی محمد مقیسه، یک آخوندیه که در طول دادگاهی همونجا به مقدسات توهین میکرد، یعنی به کرد بودن میگفت شما سه تا جرم دارید، این که کرد هستی، دوم این که سنی هستی، سه بر علیه نظام هم مثلا کار کردید، این سه تا جرم شما که هر کدومش یک اعدام داره. بله، نمیدونم چی بگم بابا. شهرام احمدی با گفتم دیگه اعدام شد. دکتر محمد سیفزاده از وکلای سرشناس دادگستری بعد از اعلام خبر اعدام گروهی عده‌ای از نزدیک به 30 نفر از زندانیان زندان رجای شهر کرج نوشت که موقعی که زندان من بودم این زندانی ها هم بودن و هم بند بودیم، و نوشت شبی افسر نگهبان آمد، این حرف این نوشته دکتر سیفزاد است، شبی افسر نگهبان آمد و گفت امروز صبح بچه های سالن 10 را بردند دادگاه، بیش از 30 نفر و همه را برگرداندند، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند، خواهش میکنم بروید با آنها صحبت کنید. به سالن 10 رفتم، همه بچه های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم، از اسلام، قرآن، حضرت محمد، حقوق بشر و غیره. یکی دو تا از بچه ها گفتند ما از اعدام نمی ترسیم، ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطا نداشت، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند ظرف حدود یک روب. این زندانی 37 نفر را بردند ظرف حدود یک روب، همه 37 نفر زندانی را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضا می گرفتند. خدا می داند آن شب تمام بدنم از درد و تب می سوخت و آنها را دلداری می دادم که اعدام ها خواهد شکست. تعدادی از آنها قسم به خداوند متعال خوردند که در هیچ ترور و عملیاتی شرکت نداشتند و من به صداقت و اسلامیت آنها باور و ایمان داشته و دارم. الانم که شنیدین شهرام احمدی خودش داشت اینو میگفت و بارها گفته و وکیلش هم اطلاع داره، وکیلای همه اینا. و آقای دکتر سعید مدنی که ایشون هم مثل دکتر محمد سیفزاده زندانشون رو کشیدن به جرم دفاع از انسانیت، در واقع واقعا به دلیل دفاع از حقوق بشر زندانیشون کشیدن آزاد شدن. دکتر سعید مدنی هم نوشته خبر اعدام جمعی از هموطنان مسلمان کرد برای من و همه کسانی که آنها را از نزدیک میشناختیم و با آنها در بند 350 زندان اوین
و بند چهار زندان رجای شهر زیست کرده بودیم، جز غم و اندوه فراوان و نفرین ابدی به همه کسانی که در پرونده سازی علیه این بندگان موحد خدا نقش داشتن چه میتواند باشد؟ شهرام احمدی و دیگر دوستانش به جرم کدامین گناه جز تبلیغ اندیشه ها و اعتقادات دینیشان در پی سالها تحمل رنج و عذاب بر دوش کشیدن حکم بی پایه و بنیاد اعدام، بالاخره گرفتار اصرار کج فهمان نابخرد و دین ستیز برای اجرای حکم شدند. ببینید، در ارتباط با تو این چند ثانیه من خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با همین جنایت 67، وقتی که تمام کسایی که مدعی ایران برای همه ایرانیان هستند حداقل در حد آیت الله منتظری مدافع حقوق بشر باشیم، اینقدرش واقعا نیستن. حداقل در این حد، ولی نه همشون چپ و راست و اصلاح طلب و بنیادگرا و تندرو و یواش رو، از محمد خاتمی که میره در قتل، میره در ختم خلخالی و همین لاجوردی گردن شکسته به قول آیت الله منتظری گریه میکنه گرفته، تا حسن خمینی، تا خب بعد اون آدم خوراشون، یعنی روح الله حسینیان و فلاحیان. ببینیم، برای اولین باره که از مقام حکومتی شنیدیم که 20,000 نفر کشته شدند، اعدام شدند در تابستان 67. این پرده آخر رو که میبینین، ببینین با این ذهنیت ما چرا نباید انتظار قتل عام زندانیان سیاسی یا اسرا رو داشته باشیم؟ از اینا تاریخ داریم که از کنم که به پیامبر خبر دادن که گروهی از کفار جن در وادی که حالا اسم وادیش من فراموش کردم کمین کردن که به شما ضرر بزنن و مزاحمت ایجاد بکنن برای شما. بله، پیامبر امیرالمومنین علیه السلام رو با ظاهرا 100 نفر که خود حضرت انتخاب کرد، 100 نفر نیروی زبده رو فرستاد که برن و جن رو سرکوب کنن. حضرت از کنم که به اتفاق این یارانش رفت تا همون بالای وادی، بالای اون دره، به یارانش فرمود شما اینجا باشید، از بالا فقط باشید، و من با خود حضرت تنها وارد وادی شدن و یاران حضرت دیدن که هرگاه که حضرت تکبیر میگه یک دودی بلند میشه، یعنی به ازای هر بار که حضرت شمشیرشو فرود میآورد تکبیر میگفت و دودی بلند میشد. خب من معناش اینه که یعنی حضرت با شمشیر اجنه رو از بین میبردن. اشکال نداره، اونم امکان پذیر هست. چه اشکال داره؟ مادی ان اونو، به نظر ما اونا مادی هست. شب و روزگار خوش.